به چرخش کنترل شده بدن برای پایین تن. پایین تن استخون لگن خیلی مهمه، به خاطر اینکه ما انسان ها حیواناتی هستیم که روی دو تا پامون وای میسیم، چه تن حیوانی باشیم که روی دو تا پامون وای میسیم، بنابراین مطمئن باشیم که این لگن ها درست کار میکنه خیلی مهمه. یه چیزی میخوام بذاریم زیر کلتون اول، ببخشید سب اومد، آها، که سرتون روش ریلکس باشه، به قول یارو گفتنی زیاد فشار نیاد روی گردنتون، به قول یارو گفتنی نده. میخوام زانوهاتون رو بیاریم بالا تا 90 درجه، خب جفت زانوها 90 درجه و میخوام اون قسمت مچ پا هم همینطور تا 90 درجه بشه. اولین کاری که میخوام بکنیم اینه که پای بالا رو یا همون پای راستتون رو میخوام مستقیم فقط خیلی صاف نگه داریم. میخوام این دستتون وقتی جلوه میخوام جفت دستا به هم باشه و نمیخوام خیلی ریلکس و این قسمت شکمتون رو هول بدین رو زمین، یعنی یه فاصله باید اینجا باشه، یه ذره فاصله اینجا باشه. خب میخوام این زانوتون بیارین بالا تا 90 درجه، آها، تا اونجایی که میاد بیارش بالا، تا اونجایی که میاد میاریم بالا ببینیم تا کجا میاد بالا. وقتی آوردیمش بالا میخوایم بدیمش به سمت بیرون، آها، تا اونجایی که میاد بدون اینکه این کمر بره عقب. یعنی خیلی راحت این کار کردن با دادن کمر عقب، ولی میخوام کمر همین ثابت بمونه. تا اینجا اومد بالا، وقتی اومد اینجا میخوام بچرخونش انگار میخوایم با مچ پاتون رو بیاریم پشت باسنتون قایم کنیم تا اونجا میاد. وقتی آوردیمش اینجا انگار میخواییم با پاشنه پا هول بدیم عقب تا اونجایی که میره که باسنتون صفر بشه. وقتی باسن صفر کردیم پا رو میاریم بالا، خارجی میچرخونیمش و برش میگردونیم سر جای اول. اوکی؟ دوبار دیگه انجام میدیم. یه بار دیگه باید بهتون بگم. اول بله با همه شما اونجا انجام بده، من اینجا انجام بده. خب میاریم اول زانو رو میاریمش بالا تا اونجایی که میاد، خب این زاویه اینجا دست نره، بعد باز میکنه تا اونجایی که میاد بدون اینکه کمرمون خم بشه یا بدیم عقب. خب وقتی رسیدیم اینجا، اینجوری میخوایم بچرخونیم، میخوایم بچرخونیم و اون پا رو بیاریم پشتمون. عالی. حالا اون پاشنه رو هول میدیم عقب، دوباره باز میکنیم، زانو رو باز میکنیم، میچرخونیمش، میاریمش داخل و هم میریم پایین. عالیه. بریم اون یکی پا. حالا به تخون بریم. عالیه. دست جلو، پا رو بیار تا 90 درجه. احسن. اول از همه اون پای چپ رو صاف میکنیم. خب پای چپ رو صاف میکنیم. عالی. خب اول از همه میاریم بالا این زانو رو تا اونجایی که میاد و باید حتما شست پا اونم همچین درگیر باشه. ممکنه وقتی پا رو میاریم بالا اینجا احساس کنی یه جورای انگار داره پینچ میکنه، انگار داره بشکون میگیره اینجا. خب آها، بعد میخوایم باز کنیم اونجا رو، بعد مطمئن باشین درد نداشته باشه، پیدا کنی جایی که روی درد نداره، بعد بچرخونیش به سمت داخل، تو میخوای بیاریش داخل، بچرخونیش داخل، اونجا میخوای پاشنه پا هول بدی عقبو، بعد اینو میاریم جلو، میاریمش بیرون، بالا و میریم پایین. این واسه لگنتون، اینو تکرار کنی 4 بار برای هر طرف. اوکی؟ بعد از لگن میریم سراغ زانو. اگه میشه فقط بشین، همینجوری بشین روی آره و عالی. واسه زانو یه ذره سخته ولی انجامش میدیم. اول میخوام یه پا جلو باشه یه پا عقب، اوکی؟ اینو میتونی حتی ایستاده هم انجام بدی. حالا میخوام این پا رو همون جوری که اینجا نشستین، میخوام این پا رو با اگه پای چپتونه دست چپ رو میدیم زیر پای چپ، اوکی؟ اون یکی پا هم میره مستقیم، دست بازوی دست راستمون رو باش میگیریم و مچ دستمون رو میذاریم روی زمین. خب مچ پا رو میاریم بالا. اولین کاری که باید بکنیم که میخوام ببینیم آیا میتونیم مثل همون استخون ساعدمون، آیا میتونیم استخون پا رو تکون بدیم به سمت بیرون بدون اینکه از مچ پا استفاده کنیم؟ آره. خب
یعنی میخوام این استخونی که اینجاست استخون به سمت بیرون بچرخه و این استخون به سمت داخل بچرخه. زیاد نمیخوام مچ پاتن استفاده کنیم، میخوام همه از اینجا شروع بشه. استخون به چرخ بیرون، یعنی از عضلات اینجا کنار باسن، عضلات زیر همسترینگ از اینا استفاده کنیم، بعد بچرخونیم داخل و بچرخونیش بیرون. خب میخوام از این شروع کنیم که اینو بتونیم بچرخونیش داخل، بچرخونیم بیرون. وقتی این کارو کردیم، اینو وقتی میچرخونیم بیرون دقیقا مثل آرنجتون، اینو میدیم بالا، بعد میچرخونیمش داخل، میدیمش پایین، میچرخونیم، میدیم بالا، میچرخونیمش، میدیم پایین. اون دستتون اونجا